اسکو برسامات بیا پایین. خوبه لباسم؟ آره لباست خوبه، فقط مرتب گلم بگیرید که به عروسان وقتی اومدنش گلو خیلی با عشق بهش بده و محبت و لبخند با هم دیگه میاد پایین. نه نه پایین پله، پایین پله گلو بهش بده. الو آره کلیپو ببندید، کلیپ ماشین رو تمومش کنید، ما الان داریم میرسیم دیگه، چیزی نمونده دیگه. کوروش عروس اومد. خدافظ. شما آماده ای؟ آماده ای بچه؟ خب بریم. بریم. احتمالاً ازت اخاذی میکرده. اون روزم قبل از عقد رفتی تو ازش بخوای که دیگه ولت کنه و دست از سرت برداره. ها؟ تا اینجا که درست حس زدم. درسته؟ بعدش هم حتما یه چیزی بهت گفته و تو اختیارت از دست دادی و اون اتفاق افتاده. حالا باید بگی بابت چی ازت اخاذی میکرده؟ باشه من میخواستم کمکت کنم. اصلا اختلافشون سر چی هست؟ بفرمایید. سلام. سلام علیکم. باشه قربان، من
امیرعلی جمالی هستم. نامزد همون دختر خانمی که بله بله مجتمع بهار. بله. بفهم بشین. خواستم بیاین شاید بتونین دو سه تا سوال جواب بدین. بفهم. چند وقت نامزد بودین؟ حدودا یک سال. تو این یک سال متوجه هیچ رابطه یا برخوردی بین متهم و مقتول نشده بودین؟ نه قربان. چه رابطه‌ای مثلا؟ امکان داره مثلا ازش حق حساب می‌خواسته بابت مثلا اسراری چیزی که شما نمی‌دونستی؟ نه با حق و سکوت و اینا که اصلا مثلا شینی رازی نداشت بخواد با من پنهان کنه. ما همه چیزو همیشه به هم گفتیم. چیز قایمکی هم با هم دیگه نداشتیم. نه فکر کنم فرمایشتون غلط. پس لابد بهتون گفته چرا دو سال پیش روز نامزدیش گذاشته فرار کرده. روزه؟ نامزدیش؟ مگه شما نمیدونستی؟ بار دوم چی؟ همون که درست روز عقدش خودکشی میکنه. لابد بهتون گفته؟ نگفته؟ نه. از سابقه بستری شدنش تو بیمارستان روان درمانی چی؟ اینم به تو نگفته. مال گذشته است. مال خیلی وقت پیشه. بابا من دارم از گذشته دختری حرف میزنم که چند دقیقه بعد از این ماجرا قرار بود همسر قانونی من باشه. قرار بود. اما حالا دیگه قرار نیست. چون اون تو زندونه. تناب دارم بالای سرشه. نمیدونم چی شد. ما هم خودمون نمیدونیم. حالا تو بلند شدی اومدی اینجا که بابا مادم ببینم واقعیت چیه. آقای نعیمی اومدم ببینم اون حرفایی که بازپرس پرونده میزنه راسته یا آره، نه. آره همونه همونه. میخوای بکشیش؟ آقای نعیمی جواب من همینه. پس چی؟ خسارت میخوای؟ بگو چقدر میخوای تا بهت بدم. دیوونم کردی میبینی؟ اینقدر خر بودم؟ به چی داری اونجوری نگاه میکنی؟ دروغ گو! من که بهت گفته بودم اون وصله ما نیستم. یادت که نرفته پسر؟ اون موقع زبونم مو در آورد حالیت نشد. بهت گفتم عشق و عاشقی خیالاته. امروز که به هم ریختی باید یاد حرفای اون روزم میافتادی. اما حالیت نشد چه نشد. برای چی غنبرک زدی؟ خجالت بکش. مرد که گریه نمی کنه. خدا جمع جور کن. بزرگترین موهبتی که خدا با آدم داده میدونی چیه؟ فراموشیه. بیخیال. فراموشش کن.
نگاهت بالا. روبرو تو نگاه کن. نگاه بالا. سر تو بالا بگیر. ثابت. بچرخ رو به من. نگاه تو بده به من. ثابت. وکیل بند. بله. یه جا بهش بده. آخه ما همین یه دختر رو داریم. تمام زندگیمون این دختره خانم وکیل. ببینید من شما رو درک میکنم، ولی من یه وکیل نیستم که. وکیلای زیادی هستن، ممکنه الان وقت آزادتری داشته باشم. شرمندتون. اینا رو ما میدونیم خانم. سراغ چند نفرم رفتیم، یکی میگه بگین معتاده. اینا مهم نیستا. هر چیزی که اونا میگن ما میگیم باشه، حاضریم همه اونا رو هم بگیم، ولی دخترمون حاضر نشده حتی با یکی از این وکلا حرف بزنه. تازه من و باباشم که چند وقت رفتیم ملاقاتش، اصلا نخواست ما رو ببینه. خب از کجا فکر میکنین که با من حرف میزنن؟ توی دادگستری به ما گفتن شما تازگی یا پرونده یه خانمی رو قبول کردید که اونم حاضر نشد وکیل بگیره، حرف بزنه و از خودش دفاع بکنه. میگفتن اگه شما نبودین. خانم تبلایی، دختر من یک ساعت قبل از عقدش نگهبان ساختمون رو کش و از اون روز تا حالا نه یک کلمه حرف زد. الان ما میدونیم اصلا دلیلش چی بود. خواهش میکنم کمکمون کنید. همه میگن شما میدونید کمکمون کنید. تو رو خدا، من یه مادرم خانم، ازتون خواهش میکنم، خواهش میکنم ازتون. سلام خانم شیرین نعیمی. برو بشین. من فریما تولایی هستم، وکیل شما. خوبی؟ یه چیزایی برات شاید از تو کیفم پیدا کنم. آدامس نردنی، پاستی و شونه. ببین عزیزم، من به اسم وکیل اومدم اینجا، ولی تو فکر کن یه زنی اومده روبروت نشسته تا درد و دلاتو گوش بده، حرفاتو گوش بده. حرف بزن، من میشتم. چی شد؟ خیلی خوب سب کنین جملاتو بشن و بد برو. پدر مادرت حاضرن هزار تا شاهد بیارن که ثابت کنن تو دیوونه بودی، معتاد بودی، تو قرص و کراک و شیشه غلط میزدی. من فکر میکنم شأن آدم خیلی بالاتر از اینه که برای اثبات بیگناهیش این برچسب رو به پیشونش بچسبونن. نه؟ نمیدونم چرا فکر میکردم شاید دلایل تو برای ارتکاب به قتل کاملا درست و منطقی بوده. اصلا از کجا معلوم؟ شاید منم توی موقعیت قرار میگرفتم همین کار میکردم.
من اومدم اینجا بشنوم. بشین و حرف بزن. ظاهراً نمیخوای کسی بهت کمک کنه. باشه. دختر خوب. اون کسی که باید اینجا رو ترک کنه منم دخترم، نه تو. من دیوونه نیستم، معتادم نیستم. معتاد نیستی؟ دیوونم نیستی، خوبه. ولی شنا چه فایده داره؟ اونی که باید بگه تو کی هستی، چی هستی، اینجا چی کار میکنی، چرا این کار کردی، در حال حاضر منم. پس حرف بزن. این به این معنیه که به حرف اومده، نه؟ بالاخره به حرف اومده، چاره ای نداره، خودش هم نمیدونه. بفرمی. سلام. سلام. اون سریع منو بیار تو اتاق. اون دوبار رو بر بر کار ما بود، ولی یکی رو که خودش انتخاب کرده. خیلی جالبه، خیلی خوبه. خب با این همه مشکلات روحی و با این اوضاع چطوری تونست دخترتون رامین آقا بشه؟ ماما یه چیزی بگم، من میخوام ازدواج کنم. این دفعه دیگه میخوای چه دست گلی به آب بدی؟ باز چه خوابی دیدی؟ یکی با بقیه فرق داره. فرق داره؟ اولش فکر کردیم حرف بی خودیه که میزنه، ولی بعدا دیدیم نه، جدیه جدیه. یه بارم نمیدونم چی شده بود، از دست امیره دلخور بود، حتی تلفوناشم جواب نمیداد. اومد خونه، صاف رفت بالا تو اتاقش، درم رو خودش بسته بود که یویدم. خیلی ممنون. منزل آقای درسته؟ بله بفهمید. دستگاه برای خانم شیری. خیلی متشکرم، زحمت کشید. مرسی. شیرین، شیرین جان، مامان قربونت برم، بیا ببین امیرعلی بعد گل فرستاده. وای چقدر قشنگه. بندازش تو سطل آشغال. به خودم گفتم این دفعه هم دیگه با هم خوب. بله خیلی متشکرم. ببین شما دادا دیوونه چی به روز من آوردین که من حتی مجبور شدم تو سطلای خونم گل بچپونم. دیدی گفتم این با بقیه فرق میکنه. خب حالا این آقا کجاست؟ آقای من بسه همین بگیم. آقای جمالی؟ بله همون تر خودم رو نه ایزاره کم نه ایزاره زیاد. بله بله ببخش. خب همین شما تماسیم. خورمید بفرمایید. سلام آقا. سلام علیکم. فریما تولایی هستم، وکیل شیرین نعیم. بفرمایید خانم. بفرمایید خانم. لطف کنید بفرمایید خانم. دست از سر من بردارید. بفرمایید خانم. من تو زندگیم هزار تا بدبختی دارم خانم. بفرمایید خانم. الو. از شما بعید آقای مهندس. الو. آقای جمالی یه چند لحظه لطفا. بفرمایید خانم. لطفا تشریف ببرید. چشم من میرم. فقط یه جمله بگم بعد. شیرین اصلا شرایط مناسبی نداره. همین.
مناسب؟ خانم یعنی شما فکر می‌کنی بقیه آدمایی که اون با زندگیشون بازی کرده شرایطشون مناسبه؟ واقعا الان من شرایطم مناسبه؟ به خاطرش با همه خانواده‌ام در افتادم، با پدرم، با مادرم. می‌گفتم یه دنیا و این دختر. یا این یا اما اون چی؟ آقای جمالی شما آدم عاقل و بالغی هستین. نمی‌خواید بگین که شیرین به خاطر بازی کردن با زندگی شما مرتکب قتل شده. اونم در حالی که فقط چند قدم با خوشبختی فاصله داشته. یک سال نامزد بودیم. سه سال توی دانشگاه درس می‌خوندیم. اینقدر از زندگیشو نمی‌دونستم. هرچی هم می‌دونم هم می‌گفت که این گند بالا اومده. خیلی چیزا بالا نه. اصلا چرا یارو رو کشته؟ چه سنمی با هم داشته؟ اگه بهتون بگم اون مرد اصلا نمی‌شناخته چی می‌گه؟ نمی‌شناخته، همینجوری رفته کشته. شما هم باور کردین. نه آقای عزیز، پدر مادرش میگم. منم تو این مرحله موظفم فقط بشنوم. خانم واقعا شما بیان می‌کنین؟ وکیل اینقدر ساده ان یا من اینقدر ساده؟ آقای عزیز، شیرین حتی حاضر نیست یک کلمه حرف بزنه. اگه وضع به همین منوال پیش بره، مجبورین قصاصش کنن. فکر کردم اومدم ملاقات یه مرد یا عاشق. ولی متاسفانه شما نه تنها عاشق نیستین، بلکه بسیار بی‌انصاف. سلام. سلام. ببخشید من یه عذرخواهی به شما بدهکارم. شما از من میخواین چیکار کنم؟ بله. خانم شیرین و نعیمی دست من رو باز کنید بیاد اینجا بشینه. دستت رو بیار. چی کار رو بیاره؟ کجا؟ چی بود نعیم؟ آروم شلوغش نکن خانم نعیمی، بیا بشین اینجا. دستت رو بیار بایی برو اونجا بگی بشین. چه کاری بود کرده شیرین؟ وکیلت میگه ممکنه قصاصت کنه. خب چرا حرف نمیزنی؟ حرف بزن. شیرین من باهات اینجوری بودم. از همه دنیا بیشتر بهت اعتماد داشتم. ولی تو چی؟ ها؟ چرا جواب نمیدی؟ شیرین ببین من کجا رسوندی؟ نه راه پس دارم نه راه پیش. داغونم کردی، زندگی ما آتیش زدی. آب چرا جواب نمیدی؟ حرف بزن. چرا حرف نمیزنی؟ شیرین من چه گناهی کردم غیر دوست داشتن تو؟ ها؟ چه گناهی؟ جوابمو بده، من با اینا کار ندارم، جواب منو بده. چرا با من حرف نمیزنی؟ چرا حرف نمیزنی؟ با شما حرف Tana.
شما چند لحظه بیرون باشین آقای جمالی. بفرمایید. بسم الله. پدرم همیشه تو خونه صدا میکرد. نازنین شیرین من. دلو اونقدر که غرق کارش بود هیچ وقت حواسش به بقیه نبود. برای همین همه بار مسئولیت اون رو دوش مامانم بود. خب خودت که از مدرسه میگیریش. سلام خانم. سر را برسونش خونه دیگه. مدرسه شیرین این بغل خونمون اون بر شهره. من چجوری میتونم ببرمش خونه؟ خب یه مدت بعد از ظهر رو تعطیل کن تا من بگردم یه راننده مطمئن برای سرویسش پیدا کنم. زیبا جان اینقدر کار نکن. من کارمو دوست دارم. میفهمی چی میگم؟ منم همینطور فدات شم. شیرین شیرین شیرین، تو اون بالا چی کار میکنی؟ بیا پایین ببینم. ملیه؟ بله خانم. مگه من بهت نگفتم تو مواظب این بچه باش؟ طول عروسی مردم چرا رو سرشه؟ بودا سرش بردار، بودا ببینم. شیرین جان، این برای مشتریه. بیا ببین بدونه قشنگ ترشو بهت بدم. بله آقا خانم. اینو پس اون تافته فیروزه‌ای؟ بله، تورم لطفاً. آقا قابل نداره. بله حسن، تور مات. زیبا خانم اینم درست شد. بله خیلی متشکرم از دوستت. این مال خودم باشه. نه دخترم مال مشتریه. ببر بذار تو قفسش. تو چرا همچی میکنی امروز؟ خستم کردی؟ مراد کجاست؟ بیا ببین چه توری براش خودم دوختم. ببینم چه خوشگلی. آقا مراد بخاری دست درد نکنه. آقا مراد شیره واقعا کلافم کرده. بیا ببرش خونه. چشم. موقع برگشتنم این عکس رو از عکاسی بگیر. خب؟ بله خب. بیا. اینم کلید خونه است. اگر چیزی خواست براش بخر. چشم. خیلی ممنونم ازت. شیرین، مامان. اگر دوست داشتی بگو برد پارک. من فدات شم قربونت شم. بریم برو جنگ. آره، ببرش آقا مراد. مواظبش هم باش. چشم خانم، چشم. برو عزیزم. با اجازت. خدا حافظ. خدا نگهدار. بده ببینم چی میتونه تو رو بگیره. بده ببینم. بالا بالا تر. بالا 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 تر. میخوام یه دونه بریم خیلی بالا. Thank you.
سرما نخوری خوبه برو جک. درست کنم رنگ لباس شیرین، یه فرفره درست بکنیم که بتونیم باهاش پرواز کنیم. همین الان باهاش پرواز میکنیم. چی میخواد از دست مراد فرار کنه ها؟ چی میخواد؟ چی از دست مراد فرار نمیکنی؟ اومدم سراغت، اومدم بروچک. این مال کیه؟ این مال شیرینه. بفرمایید. چرا همون همیشگی ها؟ بگیر 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 آفره دخمن ما. باش دختره که داد نمیزنن. میخوایی خفت کنم به نظام تو آشخالا میخوایی دیخوانش فشار من بعد بدونم چی چی گفتن. ممنونم که اومدید. بفرمایید چی شما گفتید. دیگه کار شما تموم شد. خانم به قرآن من دو ساعتی دارم یه ذره سیر سرکه میجوشم. خانم چی رو بعد من میگه زندگی من از هم پاشید. شما بده بعدا به من به قرآن من نمیگه. آقای جمالی شما بده اجازه بدید. شما بده. آقای واسه دیدم شما آقای واسه آقای واسه من دو دقیقه چی آقا اینجا شلوغش کردید. آقای فتحی ولش کن بیاد ببینم چی میگه. آقا جان من داشتم یه زندگی درست میکردم این خانم تو دو دقیقه گند زده توش. یعنی فقط من نباید بفهمم چه چی شده؟ صدا بیار پایین آقا. آقا صدا من میارم پایین. چشم چشم صدا به قرآن از اینجا نمیرم تا نگید چی شده. برو بشین اونجا تا بهت بگم بعد چیکار کنم. آقای فتایی نامه انتقال متهم رو میزنم به. با من امری نیست. خیلی ممنون خانم. تقبل. بفرمایید. باشه. بفرمایید. آقای واسه. بس بگید. یالا سلام قربان. سلام علیکم. دست نباشید. آقا تسلیت میگم من شرمنده در این ماموریت بودم. سلام باشید. ان شاء الله خیر قبلتون باشه. خدا خانواده شما رو نگهدار. بفرمایید.
عرض کنم که در رابطه با این پرونده خانم نعیمی طبق اظهاراتشون الان بحث تجاوز به عنف مطرحه که از آقای مراد سفرخان اینجا از برده شده. من خواستم از شما خواهش کنم که این آقا برای عدای توضیحات بیاد اینجا. سلام هم بشون مراد سفرخانی؟ بله. با ما تشریف بیارید. برای چی؟ بعدا مشخص میشه. بفرمایید. بله. سلام رئیس. یالا جان سرگرم. مراد سفرخانی. خیلی زحمت. منو ببخشید، من باید برم شعبه افزارسه. میبینم اتا. خیلی زحمت. باید شما خورا. گاید. بیا جلو بینم. بیا بشین اینجا. بشین بینم. چهارو کنی آقا. محمود بیا تو بینم. بیا بشین اینجا ببینم. اینجا. اسمت چی بود؟ مراد. مراد چی؟ متهمه بیا داخل. میگم به دوربین نگاه کن. بشنوم خانم. خودشه؟ بله. مأمور بیاد داخل. درون درون میگه. آبود من. ایشون منتقلشن بازداشتگاه. درون میگه. بفرمایید. من نمیشناسم. بعد هم معلوم میشه. بفرمایید. شما اگه خسته این خانم خواهیم بفرستمتون برین استراحت کنیم بعدم بیاییم برای عدیم. میخواییم خفت کنم به نظر تو آشغالو میخواییم. میخواش؟ نامه انتقالشون هم بگیم. سرکار نامه انتقالشون رو بگیم بیارن. ملنشو خانم ملنشو سلام دختر گلم جانم. آره بابای یادم نرفت. چشم چشم قربونه بیارم. خداحافظ خداحافظ. لا لا الا الله. Thank you.
چی کار میکنی دختر؟ پوست صورتت رفت؟ کیرامو بدن. بیا به مراد گفتم فردا بیاد مدرسه عقبه، بیادت خونه، من فردا یه سری کاری بانکی دارم فهمیدی؟ بعدم بعد برم خونه خانه گوهره. خب حالا ساعت خوش کن بیا شامتو بخور. بده ببینم چی شد. من نمیخوام برم مدرسه. چرا؟ چی شده؟ تو پاس مشقاتو ننوشتی؟ چقدر بهت گفتم از مدرسه که اومدی خونه اولین کاری که میکنی باید مشقاتو بنویسی. نه مامان. حالا ساعت خوش کن بیا شامتو بخور. بده ببینم. بیاین بچه ها، کسی تو کلاس ها نباشه لطفا. سارا، اسماعیلی، بیاین بیاین بچه ها. بیا بودین کیمیا، سارا، چرا اینجا وایسادین؟ تو چرا هنوز نرفتی اینجا وایسادی؟ اجازه، اون سوالی که ببینم، اون سوالی که میخوای بپرسی در مورد مدرسه و کلاسه؟ نه خانم. پس چی؟ در مورد خودمونه. میبینی که الان گرفتارم، نمیشه، بذار باشه برای بعد. بودو بودو چی شد؟ جونم یه چیزی بگم. بگو قربونت برم. آره بگو فدات بشم. دعوا که تو مدرسه؟ تو هر دفعه تو مدرسه دعوات میشه من کلی باج باید به اون انجمن خانوم مدرسه بدم. نه ماما. چی نشستی؟ پاش برو تو اتاقت لباس تو عوض کن. احساس میکردم یه نفر تو اتاقمه. دیگه نمیتونستم بخوابم. چی شده؟ چیز عزیزم آروم باش، آروم باش، قربونه برم. دراز بکش، دراز بکش، من پرد میمونم، من پرد میمونم، قربونه برم. آروم باش عزیزم، آروم باش، قربونه برم. جونه دلم، جونه ماما، جونه. یه چیزی میخوام بهت بگم. بگو عزیزم، بگو عزیزم. یه دختره تو مدرسه بود، یه میگفت یه فامیلی دارن که یه آقای گنده است. تو یه بار که تو خونه تنها بودم. نمیخوام دیگه چیزی بشنوم. چیزی هم که دختره بهت گفت باید فراموش کنی. فهمیدی؟ دیگه من دختره حرف نمیزنم. از این موضوع هم با هیچ کس صحبت نمی کنی. خب آفرین دخترم، قربونت برم. ماما جونم، جون برم لالایی میخونم. شیرین جان، بابا چرا غذا نمیخوری؟ خیلی ضعیف شده. میدونم، فردا برش از دکتر وقت گرفتم. خب جواب آزمایشاش که خوبه، عکسش هم خوبه، فقط یه شربت اشتهابر براش میریزم که روز سه قاشق بهش میدی بخوره. چند وقت ادامه داشت؟ چه مدت؟ دست سرم بر نمیداشت. هرچی خواهش میکردم، التماس میکردم، فقط یه جمله. باز پرت و پلا گفتی؟
آبروی خودتو خانوادتو میبرم، آبروتو میبرم، آبروی خودتو خانوادتو میبرم، آبروتو میبرم جلو هم کلاسی، آبروتو میبرم، 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 آبروتو میبرم. چند سال طول کشید تا از اون خونه رفته. من سعی میکردم همه چی فراموش کنم، سعی میکردم به گذشته فکر نکنم. دبیرستان تو خونه تازه‌مون تموم کردم تا اینکه یه روز یه خواستگار از یه خانواده خوب برام اومد. قبول کردم. درست روز نامزدی؟ بله. بله شما؟ الان چرا حرف نمیزنی؟ حمید برگشته. حمید با خاله زری برگشتن. میخوام بیان خواستگاریت. عقد کنیم بریم ما هم آمریکا. فکر کردم چه خوب. چرا به ذهن خودم نرسیده بود. از اینجا برم. از این شهر. از اون عکسای لعنتی. از اون کابوس. سیکه بریم بریم حمید بریم محافظه حمید مامان فهمیدم که همه زندگی و نشاط و فردای من 15 سال پیش تو اون روز سیاه نابود شد. چطور قربان؟ راحتی؟ آره کفش. میخواید راه برید باش؟ راه برم باش ببینم چجوری. خوبه راحتی. میتونم برم؟ بله. جناب باسپورس، من یه سوال دارم اگه اشکال نداره. بفهم. من. خب، عزیزم ما همه این حرفا رو گوش کردیم. فقط من یه چیزی رو نفهمیدم. نقش این نگهبانی وسط چی بود؟ اونو چرا کشتی؟ اگه اذیت نمیشه بگو.
بیایید داخل لطفا. بین این مردا کسی هست که شما بشناسینش خانم؟ مراد بعد شماره چهار. شماره چهار دو قدم بیا جلو. شماره چهار. اینه؟ مطمئنین همینه؟ احمد کولر. بله قربان. که دروغه بختانه ها اشتباه شده. تو از سن درون ندیدی این خوب گوشاتو باز کن پوفیوز. من دارم ازت سوال میکنم. به تک تک و دونه به دونه سوالای من جواب میدی. به چپ و راست نمیزنی. فقط به سوالای من جواب میدی. فهمیدی؟ کل شما نبودیم. تعدد جرم بودیم. 27 مورد. 27 مورد بدون شاکی؟ این همه سال؟ بله. متاسفانه همینطور. دختر من؟ کی میگه؟ حتما میخواسته رد گم کنه. این حرفا چه میزنی خانم؟ ما آبرو داریم. میشه خواهش کنم تنها باشی؟ اصل دست بردیار رو بگیر تو اتاقش بازی کنی. کاری کله دکتر. اصلا همچین چیزی امکان نداره. من شما رو درک میکنم ولی یه دقیقه صبر کنید. بله چشم. دنیا رو از چشم بیرون. نه بابا شما شاگردتون بده. جونم یه لحظه گوشی کنم. تماس میگیرم آجی. تماس میگیرم. سلام علیکم. سلام آقای منزل. بفرمایید. عذر میخوام مزاحمتون شد. شده خانم. خیلی شرمنده. واقع توضیح دادیم براشون؟ نه. میخواستم بگم که شما چقدر این نگهبان ساختمونتون رو میشناختین؟ چطور مگه؟ شما چقدر نگهبانتون میشناسیم؟ ما هم قبل میشناسیم. اون وقت با این اندازه شناخت اون میرفت دخترتون از مدرسه میابرد؟ نگهبان بنام دخترم؟ بله. مگه تو نمیری بچه را مدرسه بیاری؟ چرا من خودم میرم برم. ببینید آقای منزلتی خوب. اجازه بدین آقای منزلتی خوب. ببینید موکل من میگه که اون یه گوشی دستش بوده که ممکنه عکس یا فیلمی از اصل توش باشه. موکل یه دقیقه واسه اینا موکل تو غلط کرده؟
تو واسه موکلت داری زندگی مردم به گو میکشی؟ بچه من یه دقیقه از این خونه بیرون نمونه تا الان دیر نیاد. آقای عزیز پای جون یه آدم در میونه. باشه برو. من میتونم صدا اون بلند کنم. یه دقیقه احترام میذارم یه برو بیرون. بفرمایید خواهش میکنم خانم سلام. سلام. حالت خوبه؟ یه سری خوراکی برات آوردم گذاشتم دفتر. بهت میرسه. رنگ و رخت باز شده. چی شده؟ نه چیزی که نشده. فقط خانواده منزلتی گفتن دخترشون هیچ وقت پاشو تو اتاق اون مرد نذاشته. میگن تو اینو از خودت در آوردی. نه یه چیز دیگه هم شده. خب ولی دم مقتول رو نتونستم پیدا کنم. یعنی خیلی بده. یعنی اگه دادگاه حکم قصاص رو بده هیچ کس نمیتونه جلوی اجراش رو بگیره. هیچ کس. احتمالا یه چند روز دیگه هم میبرن دادگاه. خوبه. نمیخوای باهاشون حرف بزنی؟ خودم پیشتم. خودم پیش دخمنم هم عزیز دلم برمونت برم. Thank you.
چی بچه رو میذاری؟ از نظر روحی حضور دختر بچه تو دادسرای جنایی هم که اصلا درست نیست. نمیتونیم انتظارش کنیم. پس واقعا چیکار کنیم؟ همون کاری که کردیم. با آقای منزلتی تماس گرفتیم، گفتیم از بچه‌تون یکی دو تا سوال داریم. اونم برای فردا قراره هم حل کرد. پیش منم بیا. اگه کمکی میکنه بله. بله معلومه. سلام دختر گلم. سلام، چه دختری؟ ماشاءالله حالت خوبه عمو جان؟ میتونم ازت خواهش کنم بیای یه چند لحظه پیش ما بشینی اینجا؟ بیا خانم. آفرین. ماشاءالله. به به چه عروسک قشنگی داری. دختر منم یه دونه شبیه اینو داره. شبا تا نبره پیش خودش، براش قصه نگه، لالایی نخونه، اصلا خوابش نمیبره. شما چی همینطوری هستی؟ دختر من وقتی از مدرسه برمیگرده همه چیزایی که دیده و شنیده رو برای من و مامانش عینش رو تعریف میکنه. هیچی هم یادش نمیره. شما هم همینطوری هستی؟ پس دخترم میتونی برای ما تعریف کنی اون روز که اون آقای نگهبان ساختمون اومد مدرسه دنبال شما بعدش چی شد؟ اومدیم خونه. خونه خودتون؟ بله. راستی عروسک دختر من اسم داره، اسمش ملوسه. عروسک تو هم اسم داره؟ صندوق. آخه چه اسم بامزه‌ای. دخترم ما میخواییم بدونیم که اون روز که اون آقای نگهبان ساختمون اومد دنبال شما مدرسه، شما رو که میخواست بیاره خونه، شما رو اذیت کرد؟ نه اذیتت نکرد. حسد شما قرار دو تا سوال بپرسید. حرف میزنید نه بچه؟ ایشون جواب منو ندادن. حرف میزنید نه بچه؟ شما نذاشتید موز کارمون انجام بده. وای مزلتی برخواه. خیلی ممنون که وقت دادید. خانم شیرین نعیمی متهم است به ارتکاب قتل عمدی مرحوم سیروس آشوری، سرایدار مجتمع بهار. با توجه به دلایل موجود، گزارش مأمورین انتظامی، شهادتشون، گواهی پزشکی قانونی، اقرار و اعتراف صریح متهم و کشف واقعیت در مراحل تحقیق و نیز شکایت دادستان، طبق مواد 205، 206، 207، 208 و 266 قانون مجازات اسلامی نام برده گناهکار بوده و تقاضای اشد مجازات را از آن دادگاه محترم برای وی دارد. آیین من دادستان متشکرم. بفرمایید. خانم شیرین نعیمی بفرمایید جای بگیرید. اظهارات نماینده دادستان رو شنیدید؟ جوابی دارید؟ نه. بفرمایید قبل از اون حادثه شما با مخدور مشکل شخصی، مسئله ای، موردی داشتید؟ نه. یعنی بدون اینکه هیچ گونه کینه و مسئله و برخوردی داشته باشین میرین تو اتاقش و اونو به قتل میرسونید؟ لطفا نظم دادگاه رو رعایت کنید. آقای مستشار رو اگه سوالی داری از بفرم بپرسید. ببخشید جناب قاضی، اگه امکان داره من با موکلم یه چند لحظه صحبت کنم. بسیار کوتاه. من
چرا حرف نمیزنی؟ عزیزم اگه به فکر تو حرف نزنی من نمیتونم از دفاع بکنم. به خودت بکن، به خانواده بکن، به عشقت بکن. خانم وکیل. بله جناب قاضی، ممنون. خانم شیرین نعیمی، به عنوان آخرین دفاع اگه حرف تازه‌ای برای دادگاه دارید اونو بگید. من هیچ دفاعی از خودم ندارم. من از کی دفاع کنم؟ از یه جسد؟ من کشته شدم. وقتی 8 سالم بود کشته شدم. اما هیچ کس دنبال قاتل من نگشت. هیچ کس. چون هیچ کس منو ندید. هیچ کس صدام نشد. هیچ کس. حالا من چی دارم؟ همه زندگی من پر از شک و ترس و نفرت بود. نفرت از همه مرد و بدن. اینقدر که تصمیم گرفتم ازدواج نکنم. اگه همه دختر رو باید عروسی کنم. سلام. به 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 چه زیباییه. تو از کجا پیدا شدی؟ تا بزن به دادگاه باشه خانم نعیمی. همیشه فکر میکردم گذشته یه نقاشی که هیچ مداد پاکانی همراش نیست. ولی من اشتباه میکردم. من دیگه کم کم داشتم سعی کردم همه چی رو ببخشم، همه چی رو فراموش کنم، حتی بدی ها رو فراموش کنم. نشد. میخوای باید بیان؟ نه مرسی، ببخشید. اون روز وقتی از تو آسانسور اومدم بیرون، نتونست
نتونستم. میخواستم برای پیش مردی که دوستش داشتم، عاشقش شده بودم، زندگی ما برای یک بار، فقط برای یک بار طعم خوشبختی رو بکشتم، ولی نتونستم. من نتونستم این پنجره رو بکنم. من برای چی باید صحبت بکنم؟ این حرفای من کجا باید پخش بشه؟ جایی پخش میشه؟ بله قطعاً ما اینجا هستیم صدای شما رو انعکاس بدیم. ما دوباره میپرسم برنامه دفاع شما اینه که شیرین نعیمی نباید محکوم اعدام بشه؟ برنامه من مصداق اعتقادمه. بیشتر توضیح میدید؟ به اعتقاد من این باور عرفی غلطیه که باید توی جامعه محکوم بشه. منظورتون از این باورهای عرفی غلط رایج در جامعه چیه؟ آقای عزیز، یعنی حفظ آبرو، یعنی برای حفظ آبرو کاری بکنیم که جنایت تمام دنیا رو بگیره. خانم وکیل، من یه سوال دیگه دارم. بدونیم چه مدت طول میکشه تا صدمات حاصل از در واقع وقایع دوران کودکی و نوجوانی در روح قربانیان باقی بمونه، به ویژه آسیب‌های جنسی. ببینید، در مواردی ایجاد یک صدمه روحی به یک نوجوان دامنش موقت، یعنی از چند روز و چند ماه شروع میشه، یه وقتایی تا چند سال طول میکشه که اغلب زیر 5 سال. البته دسته دیگری از عوارضی که در دوران کودکی و نوجوانی پیش میاد عارضه پایدار ایجاد میکنن. به چه مفهوم؟ به این مفهوم که نمود بیرونی دارن، مثل افسردگی. اما بدترین نوع صدمات روحی در این دوره اونایی هستن که به لحاظ عارضه نمود بیرونی ندارن، یعنی بیماران ما با اینکه خودشون عملا قربانی یک اتفاق هستن، اما خودشون رو گناهکار میدونن، خودشون رو یه جورایی ناپاک و آلوده میدونن.
به نظر من مسئله پیش اومده برای متهم حاضر در این دادگاه هم از دسته همین داره. متشکرم خانم زاهدی. قضات محترم، مثل اینکه همکار محترم بنده همه رو مجرم و گناهکار میدونه به جز متهمه. ایشون قصد دارن با تکیه بر نظریات کارشناسی خانم دکتر زاهدی اثبات کنن موکلشون در حین ارتکاب جرم جنون داشته. اجازه میدین آقای قاضی، بنده ابدا چنین قصدی نداشتم. فکر میکنم از صحبتهای من سوء برداشت شده. خواهش میکنم اجازه بدید، من اینجا گواهی پزشکی قانونی رو دارم که پس از معاینه کامل ایشون اظهار نظر کردن. اگر اجازه میدید قرائت کنم. نام برده حتی اگر چه به هنگام ارتکاب جرم دچار اختلال روانی شده، اما این به معنی جنون و حتی جنون آنی نبوده و مشارالیه در هنگام ارتکاب جرم مسئول اعمال خیش بوده است. از سوی دیگه خانم وکیل اعتقاد دارن که ناهنجاری های اجتماعی منجر به ناهنجاری در فرد میشه. اگر این رو بپذیریم تکلیف اختیار انسان چیه؟ یک لحظه. نه خانم وکیل، اگر کسی رو که مرتکب جرم و گناه شده ببخشیم، تکلیف کسی که در حق اون ظلم شده چیه؟ قانون و محکمه نیاز به سند و دلیل محکم داره، نه حدس و گمان. جوامع مختلف درک کردن که بیش و پیش از هر چیز نیاز به این دارن که در عرصه عمومی اجتماع قانون و نظم حرف اول و آخر رو بزنه. اگه قرار باشه هر کس خودش قاضی باشه، خودش حکم صادر کنه و خودش حکم رو اجرا کنه، فکر میکنید به سر ما چی میاد؟ خانم وکیل متهمه، برای آخرین دفاع از متهمه به جایگاه تشریف بیارید. ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز لازم میدونم از سعی صدر ریاست و قضات معظم دادگاه تشکر و قدردانی کنم. البته من دفاعیات هم مربوط به اقدام موکلم و تناسب اون رو با موازین حقوقی به نحو مبسوطی در لایحه تقدیمی آوردم که خدمتتون ارائه میکنم. آقای رئیس، قضات معظم، جناب دادستان، شما خودتون مستحضر هستین. در دنیا قتلهایی هست با عنوان قتلهای زنجیره‌ای و این قتلها به جز در موارد نادر عمدتاً توسط پلیس کشف میشن و قاتلین و مجرمین به مجازات عملشون میرسن. چرا؟ چون جسدی وجود داره، چون جنازه‌ای هست، رد و سرنخی هست از جنایتکار. اما تکلیف قتل روح چی میشه؟ مجازات قاتل روح آدم‌های مثل موکل من چیه؟ متاسفانه این جنایت‌ها اغلب سال‌ها طول می‌کشه تا کشف بشه و نمونش همین چند روز پیش توی روزنامه‌ای بود که در واقع مطالعه می‌کردم. یک زن بیچاره مورد تهاجم دو مرد دیوصفت قرار گرفته بود که الحمدلله تونسته فرار کنه و مستقیماً به پلیس شکایت می‌کنه و پلیس ما کمتر از 4 ساعت مجرمین رو دستگیر می‌کنه و کمتر از 2 ساعت اون دو نفر اقرار می‌کنن به جرم. اما کاش همون یک جرم بود. 35 مورد تعرض به زنان این مملکت، 35 مورد بدون شکایت. چطور ممکنه در چنین مملکتی 35 مورد تعرض داشته باشیم و یک زن حاضر نشه شکایت کنه؟ دلیلش چیه؟ دلیلش چیه جناب دادستان؟ دلیلش اینه که قربانی، خانواده قربانی، به دلیل حفظ آبرو، حفظ آبروی خودشون در خانواده و محیط زندگیشون، روی جنایت جنایتکار سرپوش میذارن و با اون در واقع همدست میشن. چه چیزی باعث میشه که زنی که مورد تعرض و آزار و اذیت قرار گرفته، سالهای سال تحقیر و توهین و تنفر از خودش رو با خودش به دوش بکشه و دم بر نیاره و جایی شکایت نکنه؟ چه چیزی باعث میشه؟ فکر نمی‌کنین ریشه در این اصل همیشگی داره که در گوش همه ما زنها از اول تا الان زمزمه کردن که هیس، ساکت، آرام؟ دختر فریاد نمیزنه، دختر داد نمیزنه. موکل من رو در این دادگاه یا هر دادگاه دیگری که محاکمه میکنین به اتهام قتل عمد
هر حکمی که براش صادر میکنین که البته برای من محترمه، به اعتقاد من بدون لحاظ شرکای پنهان و پیدای اون، بدون پدرش، بدون مادرش، بدون معلم، بدون ناظم مدرسهش که حتی حاضر نشدن یک ساعت حرف اون رو بشنون، آنچنان که باید و شاید عادلانه نیست. برای دفاع آخرم حرفی ندارم به جز گریه برای ماتم. در مورد اتهام آقای مراد سفرخانی، 50 ساله، راننده بدون سابقه کیفری، متأهل بدون فرزند، اهل و ساکن تهران، دایر به معاشرت در 27 فقره زنای به عنف، با التفات به تحقیقات مبسوط دادگاه و مدارک مکشوفه از محل سکونت متهم و با عنایت به اقاریر صریح و مکرر ایشان که در کمال سلامت و با قصد و اختیار در محضر دادگاه صورت پذیرفته، به زهکاری وی محرز نزاد مستنداً به مواد مشخص در قانون مجازات اسلامی شعبه 71 دادگاه کیفری استان، حکم به محکومیت نام برده صادر و حکم بدوی عیناً در دیوان عالی کشور تایید گردید و لذا حکم مجازات محکوم الی اجرا می‌کند. سلام عرض کردم جناب پاشا. سلام خانم. خسته نباشید. ممنون. بفرمایید. متشکرم. عرض کنم خدمتتون که می‌خواستم ببینم این حکم موکلم شیرین نعیمی اومده. شیرین نعیمی. بله. روز آخر وقت. خب. ان شاءالله که خیر. خانم شیرین نعیمی. بله. سپاسگزارم. بله. حکمتون اومده خانم نعیمی، میخواین بخونینش؟ بله. چی شد؟ قصاص. 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 آقای منزلتی، پاک کردن صورت مسئله که راه حل نیست برادر من. یه از خدا بیخبر پیدا شده یه آزار اذیتی به این. خب حالا اصلا بشنون چه اشکالی داره؟ مگه این طفل معصوم مقصره؟ آخه ترس از آبرو باید یه تعریف درست داشته باشه برادر من. الان شهادت شما تنها ادله مرکز پسند یکی میتونه تو نتیجه دادگاه تجدید نظر تاثیر داشته باشه. آقا من این کارو نمیکنم. ما آبرو داریم آقا، میفهمی؟ شما همین الان راه بیفت تو راسته بازار به پست حاجی منزلتی کی، همه بهت میگم من کیم. اصلا دیهش چنده؟ من همه دیهشو میدم. شاید این خانم کارشو بلد نیست، وکیله. شما رو بهترین وکیل تهرون بیار. من پولشو میدم ولی نخوا از من. شما اون روز داشته میگفتی دختر داری، مگه نه؟ خودتو بذار جای من.
حکم از استیزان برگشته. حکم از استیزان برگشته یعنی چی؟ یعنی اینکه حکم قطعا اجرا میشه. نه این غیر ممکنه، حتما یه راه دیگه ای هست. اگه من برم شهادت بدم اونو نمیکشن. این فکر رو چیه میکنی تو؟ این فکر رو چیه میکنی تو آخه؟ چرا حساب منو خورد میکنی؟ میام کاری نباشه خونه رو تحویل میدی میدی به جریه. تو فقط هیچی نگو، من درستش میکنم، تو هیچی نگو. قبلنم بهت گفتم آقا، این پسره رو یکی از ساکنین مجتمع آقای جمشیدی معرفی کرده بود. چیکار داری میکنی؟ شما تا 20 زامن اگه نفر نگیرین واسه شاگرد باغونی هم استخدامش نمی‌کنین. چی شده استخدامش کردین؟ جمشیدی اصرار کرد. واسه چی اصرار کرد؟ من چه میدونم؟ میگم واسه چی اصرار کرد؟ میگم نمیدونم، شاید دود دمش راه بنداخته. من چه میدونم؟ برو خودش بپرس. آها اینو بگو. آدرسش. بابا یه چند سالی پیش من کار می‌کرد. دیدم بچه بدی نیست، معرفیش کردم به نگهبانی. اینا رو هم به پلیسا گفتم. حالا بیشترش رو بعد به من بگو. برو پی کارت پسرجون. پاشو برو به کارت. اگه به نظرت من نصف این گالون بنزینو بریزم رو سر خودم، نصف دیگه‌شو بریزم رو سر تو، یه فندک بزنم بهش، چی میشه؟ خاموشش کن. یعنی خاموش نمی‌کنم، حرف بزن. من چه میدونم، برو به کار. میگم فکر فامیلو. خیلی خوب، اینو خاموشش کن، خفه شو. اینو خاموشش کن، خاموشش کن، بهت میگم. آره، فکر فامیلم از این چه فامیلاش اسم می‌گرفت. کجاست؟ اینو خاموشش کن تا بهت بگم. طول میکش بفهمیم بشین. خیلی ممنون. گفتی اسمش چی بود؟ سیروس آشوری. اومده بود ملاقات بهادر آشوری 14 فروردین همین امسال. پیداش کردم. بستری بوده توی کمپ بازپروری معتادا. یکی دو ماه قبل از قتل. به مدیر گفته مرخص بشم میرم سمت ولایتمون. خب این کافی نیست؟ نه، دادگاه سه دفعه آگهی کرده، این سه دفعه هیچ کس نیومده به عنوان ولی دم مراجعه کنه. دادگاه که موظف نیست که دنبال ولی دم بگرده. خب ما میتونیم بگیم پیداش کردیم. بله، ولی این فقط یه ادعاست، با یه ادعا که نمیشه حکم در محل اجرا متوقف کرد. خب حالا ما چیکار کنیم؟ الان ثابت کنیم این ادعا نیست. ببخشید آقا، وکیل یکی از متهم ها اومدن. کدوم؟ شیرین نعیمی. خب حالا میخواییم من چی کار بکنم؟ فرصت ها چه خواه؟ فرصت میخوام ازتون. شما که خودتون میدونین ایشون تا چند ساعت دیگه باید برن انفرادی. بله، پس اگر اجازه بدین فقط چند دقیقه ببینمش. چند دقیقه. خانم نعیمی پاشه، خانم زود باش، زود پاشه، رئیس کار تو زود باش. حسنا خدا بزرگه، درست میشه. باشه زود بفهمید. خانم خانم نعیمی بفرمایید. بشین دخترم. وکیلتون میگه یه ردی از ولی دم پیدا کردن. آره شیرین جان، در حقیقت آقای جمالی پیداشون کرده. باور میکنی؟ این یعنی معجزه. با اینجا برای همین اومدیم. اگر این صحت داشته باشه میتونین اعاده دادرسی بدین. خدا رو چه دیدی، شاید قبل از اجرای حکمتون کاری بکنی. حالا اجازه بدین خانم نعیمی برن استراحت بکنن. آقای رشیدی. این آدمی که میگین پیدا بشه خودتون بهتر میدونین. کافیه که یک مقام رسمی، یک فرماندار، بخشدار یا رئیس دادگستری یا یک مقام رسمی محلی به من تلفن بکنه و این موضوع رو تایید بکنه. مطمئن باشین اجرای حکم متوقف میشه. ممنون حاج آقا، واقعا ممنون. با اجازتون.
خدا. ببینید ما اگه قبل از طلوع آفتاب کاری کردیم که کردیم، اگر نه جون یه آدم از دست میره. اگه چیزی لازم داشته به ما بگو. آره اگه کاری داشتیم ما تو میخوای برات بیارم؟ اگه خواستی بگو، من همینجا. بهادر آشوری؟ کیه؟ ماهی نداریم. آقا ما ماهی نمیخوایم، ما از آشناهای برادرتون هستیم. در رو باز کنی؟ من برادر ندارم. برادر که داشتیم به این روزه میفتدی. آقا آخه برادرتون، بابا برادرتو کشتن، مرده برادرت. بیا در رو باز کن. آقا بیا این در لامصب رو باز کن، برادرت به قتل رسیده. مرده که مرده، به درک که مرده. آقا جان بیا در رو باز کن شما. آقا هر چقدر پول بخوای بهت میدیم، فقط باید جواب ما رو بدی. خواهش میکنم یه در باز کن. چقدر گیر من میاد؟ دیهشو میدیم. بیا در باز کن. شنیدی؟ آقا وقت نداریم. جناب سروان، جناب سروان بیا بیا. آه.
این درو. درو باز کن میگم. ای وای. با خودت چه حاضی؟ آقای جمالی. بلندش کن. شما برو بخواب مادر جان. دکتر ولی ما تمام تلاشمون میکنیم. خیالتون راحت بشه. این درجه هوشیاری پایینه یعنی که حاجا خبر خوش پیداش کردیم الان پیشش تو بیمارستانه. بله بله الان جناب سروانم رفتن که بیسیم بزنم. تشریف بیارین دکتر لطفا. الو آقای دکتر چی شده؟ نمیدونم آقا یه لحظه. من به شما زنگ میزنم آقا. تا امشب بی خوابی ها؟ بدتر از همیشه. ببخشید قربان، قاضی عسکر اومده. بیا اینجا بشین، هر کی تلفن کرد سریع به من خبر. خانم مهسا چی شده؟ بیرون بمونید. بیرون بمونید. خانم مهسا لطفا بیرون باشید. تو چی شده؟ ایست قلبیه. بذارید سر. سریع‌تر. خانم گفتم قلم و کاغذ برات بیارم که اگه وصیتی چیزی داری بنویسی. بگشی کنار درخواست انتقال دادن مرکز تدوین قوانین. سوال واسم پیش اومده، شاید جوابش اونجا بتونم پیدا کنم. آجوا تشریف میارید؟ جناب رئیس تلفن قربان. الو آجوا چی شده خانم تبلایی؟ چی شده؟ میگم خانم تبلایی چی شده؟